چهارم آبان ماه 1318 در گذشت یحیی دولت آبادی. ای جوانان وطن، نوبت آزادی ماست، روز عیش و طرب و خرمی و شادی ماست. خون خود در ره این خاک روان باید کرد، آنچه باید بنماییم همان باید کرد. یحیی دولت آبادی یکی از آزادی دوران مشروطیت بود که خدمات ارزنده‌ای در نشر فرهنگ و ایجاد مدارس از او به یادگار مانده است. او همچنین با اشعار میهنی شورانگیز خود در دوران مشروطه و پس از آن به دفاع از آزادی و آرمانهای انقلابی می‌پرداخت. میرزا یحیی دولت آباد 1243 شمسی در دولت آباد اصفهان متولد شد. از اول جوانی به فعالیت‌های سیاسی روی آورد. چند دوره در مجلس شورای ملی سمت نمایندگی داشت. در کنار فعالیت‌های سیاسی به فعالیت‌های ادبی، سرودن شعر، ترجمه و تحریر کتب درسی نیز می‌پرداخت. حیات یحیی نام کتاب خاطرات سیاسی اوست که بیشتر از دیگر آثارش معروف است. دولت آبادی روز 4 آبان 1318 شمسی در تهران درگذشت. هفتم آبان 1387 شهادت مجاهد صدیق عبدالرضا رجوی. اوایل مهر 1387 اوین. اگر آزادت کنیم چه کار خواهی کرد؟ این سوالی بود که قاضی جلاد از یک زندانی محکوم به اعدام پرسید. جواب: معلوم است چه کار خواهم کرد، یک راست به اشرف خواهم رفت. آن زندانی قهرمان مجاهد سرفراز عبدالرضا رجوی نام داشت. عبدالرضا رجوی از میان مردم محروم ماهیدشت کرمانشاه برخاست. در سال 1380 توسط ماموران سرکوبگر رژیم دستگیر و به زندان مخوف دیزل‌آباد کرمانشاه منتقل گردید. او در حالی که به شدت مجروح شده بود تحت شکنجه های وحشیانه قرار گرفت و کمی بعد حکم اعدامش صادر شد. اما دشقیمان چیزی سخت‌تر از اعدام برایش در نظر گرفتند. 7 سال شکنجه مستمر و بارها اعدام مصنوعی. 7 سال شبان روز زیر اعدام برای شکستن اراده مجاهد خلق. روحیه رزمنده عبدالرضا خیلی زود شکنجگران و بازجویانش را شکست داد. او با رویکردهای انقلابی و انگیزانندش فضای یأس و ناامیدی را در زندان در هم شکست و منشأ روحیه برای دیگر زندانیان شد. تا آنجا که دشقیمان نگران از تاثیرگذاری او بر دیگر زندانیان، وی را به بند مخوف 350 زندان اوین منتقل کردند. و به این ترتیب 7 سال سرخ برای درهم شکستن و به ندامت کشاندن عبدالرضا با انواع فشارها و نیرنگها آغاز شد. بارها شکنجه، بارها اعدام مصنوعی و سالها تنهایی جانکاه در سلول انفرادی. ولی او تا آخرین لحظه حیاتش قهرمانان ایستاد و تمامی نیرنگ‌های مزدوران را نقش بر آب نمود. سرانجام روز یکشنبه 5 آبان ماه 87 عبدالرضا قهرمان را از بند 8 زندان اوین به قرنطینه زندان گوهردشت منتقل کردند و در حضیض زبونی و منتهای شقاوت او را زیر شکنجه به شهادت رساندند. از کوههای کردستان تا مروارید اشرف، توده های خلق و همرزمانش همزمان یاد و خاطرش را با شقای شعر و ترانه گرامی داشتند. چرز بر رو صخره هات اسمشو بندیس، اونی که تو ماهی داشت یه قهرمون شد. اعتماد کرد به تقشیبای دلش که همین قلب رفیق صادقش. اعتماد کرد به همین عشقی که شد. حدود 2 سال و نیم بعد در 19 فروردین 90
فرزند دلاور عبدالرضا پائزه قهرمان که به صفوف مجاهدان پیوسته بود، در دفاع از اشرف شجاعانه و با دست خالی در برابر زره پوش‌های مزدوران خامنه ایستاد تا امانتدار شایسته آزادی و آزادگی باشد.